به خداوند زیبایی ها با عرض سلام خدمت همه شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی آریانا. آرزومندم در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت به تن داشته باشید و به دور از گزند کرونا باشید. خب گسترش و شیوع ویروس کرونا در کل دنیا تاثیرات خیلی زیادی گذاشت، به ویژه تاثیرات اقتصادی، تاثیرات روانی، اجتماعی، سیاسی و از ابعاد مختلف که به او کار نداریم. امروز می‌خوایم بریم به یکی از فروشگاه‌های لباس در شهر هرات که در ساحه چوک سینما موقعیت داره. میریم به این فروشگاه لباس، میپرسیم که چی تاثیرات گذاشته به نوعی روی بازار کارشان و همچنان که در ماه مبارک رمضان و این که باز به عید نزدیک میشیم کاربار چگونه هست، پوشش چگونه هست و در مجموع این موارد مطرح میکنیم. با ما همراه باشین. میریم به سراغ یکی از فروشگاه‌ها و در مورد استایل یا شیوه های پوشش لباس جوانان در هرات بیشتر میپرسیم که ببینیم که چی به چی هست. هرچند در خیلی از مارکت های شهر هرات هنوز به دلیل گسترش ویروس کرونا دکان ها مسدود هست و بسته میباشه، اما تعداد معدودی از دکان ها هم هست که بر صورت در شهر هرات بازه و فعالیت دارن که بر صورت ببینیم که چی میگم جوانایی که اینجا هستن و فکر کنم خوکوت خوش میکنم. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. تشکر. معرفی بکنی؟ مزمل شاه وزیری تخلص میکنم. آقای وزیری، چند سال میشه که ایدو کانال ایجاد کردین؟ تقریبا دو نیم سال میشه. دو نیم سال؟ بله. خیلی خوب، در مورد ازی بگیم که اجناسی که داریم بیشتر چی هست؟ دیگه معمولا کارم درشیه، بیشتر کار پتلون و تیشرت و کوته. از ما بسیار خوب. در مورد کرونا بگیم که چی تاثیراتی گذاشته؟ چند وقت دکان بسته بود؟ کرونا خیلی تاثیر بسیار گذاشته. ما تقریبا از 15 برج 12 که بسته بودیم، حمل کاملا بسته بودیم و مدت یک هفته میشه که دکان ما باز شده. و کرونا نه تنها با کاروبار ما، به تمام دنیا تاثیر گذاشته. بله. خیلی از مارکت ها و دکان ها مالکان اینا بیامدن کرایه را معاف کردن در هرات و خیلی از ولایت‌های افغانستان. این اتفاق افتاد برای شما؟ تا فعلا راجع به کرایه بحث نکردن، نگفتم که کرایه بدین. انشالله صاحب مارکت ما یک آدم خیریه که انشالله ولکم همی یک مار برج 12 و حمله این مار هم که توقع نداریم باشن که ببخشم یا افکنم بزرگی نایه، ولی 12 و برج حمل که کامل بسته بوده نمیشه گفت که ما کاروبار کرده باشیم. 12 و عمل امیدواریم که کرایه رو عفو کنم و میفهمیم کاروبار هم نیه. همین تقریبا یک هفته میشه که ما باز کردیم دکانه، اصلا از معامله و سودا خبری نیه. یعنی شما مشتری شما خیلی کمه این روزا، نمیایه کسی برای خرید؟ خیلی خیلی کمه دیگه، یعنی اصلا قابل مقایسه نسبت به قبل نیه. درست. شاید یک حساب دست شما باشه که برآورد کنیم حداقل به می دو ماه چقدر شما به لحاظ مالی آسیب دیدیم؟ خیلی، یعنی به قدری که ما حتی نتونستیم کرای دکون خور ما تعیین کنیم و مشخص کنیم. دیگه می بینیم کرونا خیلی به سر اقتصاد مردم آسیب رسونده و جهان حتی رو به رکود اقتصادی مواجهه. افغانستان که میفهمن یک کشور خیلی فقیریه، ولی با آمدن کرونا از بد بدتر شد. بسیار عالی. خب بیایم خود شما کمک از آلا روز کرونایی که یک سر دیگه شده تشویش ما و روح روان ما و شما خراب کرده در هر کجای دنیا که هستیم، بیایم کمی در مورد سلیقه صحبت بکنیم، در مورد استایل یا شیوه پوشش صحبت بکنیم. چی جنسای داریم، چی کالاهایی داریم؟ هرچند کالاها شما فکر کنم از چین میاد دیگه، همون جایی که مبدا کرونا بود. بله، کامل از چین میاد دیگه. داریم چینی، داریم ایرانی، داریم ترکی، داریم وطنی. چی وطنی هم داریم؟ وطنی بسیار کم داریم. وطنی ها چیزی نیه که مثلا مورد پسند بیش، مثلا بعضی واسکتا که برو لباس افغانی پوشیده میشه اینا ساخت همین جیه، به اصطلاح میشه گفت وطنی. و این کوتا و اینا که هست اینا بیشتر یا ترکیه، ترک و چین. خدا بله. مرزا احتمالا بنده دیگه، چیزی نمیای جنس مرزا بنده. باز خوشبختانه قبل از اینکه کرونا شروع بشه جنس ها آماد، وقتی که ما
جنسا خورد بچین و دکون منظم شد گفتن کرونا بعد همی خاطر شد بعد جنسا بهری که ما برای بهار آورده بودیم سر دست ما بوموند و به اصطلاح خیلی ضربه دیدیم بابت همی که دکونا بند بوده که کرونا میگم خیلی بد تاثیر کرد به سر اقتصاد ما. حالا شما جنسایی داریم که مونده باشه روی دست شما؟ جنس نه اولاد، معمولا از زمستان. از زمستان حالا اگر بگم که نه اشتباه گفتم میمونه، حالا بعضی چون تک سایز میشه طرف خوش میکنه سایز نمیشه به همین خاطر تعداد انگشت ما رو به سر دست هم ولی میمونه. بسیار عملی. خب باشه ببینیم، هرچند مادم خوش سلیقه نیوم و ای که آرستگیر دوست دارم، خب مسلما همه ما شما آرستگیر دوست داریم، ولی اخیراً فکر کنم بیشتر شیوه لباس پوشیدن در هرات مخصوصا بین جوانان ساده پوشی خیلی مد شده، درسته؟ بله، مثلا ما به عید پوشیش میکنیم کد بیشتر فوکس ما به این نزدیکا عید یا به روز عید فوکس ما به رو واسکت و کته، چون بیشتر افغانی میپوشن به همین خاطر واسکت و کد بیشتر پوش داره. مثلا ببین که نمونه واسکت ما بیاییم ببینیم واسکت بیشتر این مدل واسکت زیاد پسند میکنن که این باز با رنگ بندی کامله. چند قیمت از اونه؟ قیمت از این هم یه 17 سنت. 17 سنت خیلی گران میدم اینو گفته باشم. نه گران نیه، باز داریم سکر کنیم مثلا ارزون خورم داریم گران خورم داریم، باز قیمت از این یه 1000. بله چون اینا کتونه جنس اینا خوبه به همین خاطر کم گران تره، باز همین دو سکتالی هم داریم اینا هم نسبت به این یکا دیگه که هست ارزون تره، اینا قیمت از اینا باز میه 12 سنت. با ساخت وطنه که به شما میگم برو لباس افغانی پوشیده میشه یعنی ای واسکت های اینا هست. چند قیمتی؟ اینا میه 6 سنت. 6 سنت بله. بسیار عالی. و در قسمت تیشرت و همچنان یه خنقاق بولیس اون قسمت رو میشه ببینیم با دوستا و بپرسیم که چیمونه تیشرت دیزاین ها متفاوته، حالا به این قسمت ها بالا سیمپل زدیم هر کسی که مثلا خواسته باشه باز به این رگال ها با رنگ بندی و سایز بندی متفاوت میتونم عزیزا دیدن کنم. باز اینام جنس ها بهری ما بود، جمپر ها بهریه، کتالیه که هم برو لباس افغانی میپوشن هم برو درشی میپوشن. خود شما یک خن خیلی مقبول ایرتی برخوا کردیم و مسلما خیلی از بیننده ها ما میفهمن که پوشیش مردم هرات و جوانای هرات بیشتر این پوشیشه که آقای وزیری دارن. پسند شما کدومه که از بین لباس ها بیشتر ترجیح میدیم که از لباس وطنی استفاده بکنیم یا درشی بپوشیم؟ بیشتر وقت به سر سایه کار وقتی که به دکان میاییم ایجاب میکنه شغل ما که درشی بپوشیم، چون به این وقت و حالی هم چون بازار سسته و ما خسته ایم خیلی اوصله نداره. ولی ولی بیشتر وقت به دکان درشی، باز به خانه که میریم لباس افغانی یا محفل جایی که میریم لباس افغانی بیشتر استفاده میکنیم. یک موضوعی که میشه به او توجه کرد این چیزی که شما این لحظه نقدن دیگه پیش ما استاده ایم، کرونا باعث شده که مردم دیگه اصلا فکر نکنم خیلی به پوشیش و سبک لباس پوشیدن، چون لباس پوشیدن جز نیازهای دست دوم میشه، اول خوراک و غذا و مسکنه، درسته؟ یا پوشاک هم هست، ولی اینکه پوشاک به اصطلاح خیلی استایلی و تیپیک بگیریم شاید خیلی تردید ندارم. دقیقاً به اصطلاح یک از مشتریامو میگه وظیفه شما لقمه سیریه، یعنی باید طرف خیلی سیر باشه تا بیه یک چیزی بخره. ولی نگه به همین خاطر هم اقتصاد که ضعیف شد کاروبار ما هم سست شد. خب یک موضوع دیگر هم میخوایم که بپرسون و البته به شما پیامی هم داشته باشم. به این چند روز خیلی خیلی تاکید شد، شما دیگه رسانه رو هم میبینیم امکان نداره که در مورد کرونا صحبت نباشه یا پیامی نباشه، یا شبکه اجتماعی هم مرور میکنیم حتما پیامی هست. یک پیامی که ما به دو ماه کل جهانیان خیلی شنیدن ماسک استفاده کنیم. چرا شما استفاده نمیکنید؟ دقیقا من ماسک بشتم چرا نپوشیدیم؟ قبل از اینکه شما داخل دکان بشیم من ماسک رو خوبیدی کردیم بسیم باز باز یه دقیقی بیتر تره باید بپوشیم توجه کنیم. بله بله ساعت بینندا چی میگه؟
به ویندای عزیزم توصیه میشه که حتما ماسک بزنن و دست آخر بشورن، دست به چشم و بینی خود نزنن که باعث از این نشه که خدای نخواسته به کرونا مبتلا بشن. ماسک خود میشه شما آقای وزیری بیاریم بپوشین که نال ما شما پیام میدیم خود ما مگر دیشته باشیم همون چیزه. خب خیلی توجه بکنیم بینندای عزیز، برای صحتمندی خود توجه بکنیم، برای سلامتی خود توجه بکنیم تا ای که خدای نخواسته کرونا به سراغ شما نیایه و باید خیلی جدی بگیریم، فاصله اجتماعی رعایت بکنیم، دستای خود با آب صابون بشوریم و یا ای که ژل ضد عفونی کننده که من خود می شخصا استفاده میکنم، از دستکش به او دلیل استفاده نمیکنم چون همو هم کار را انجام میده تا ای که ما یک جامعه صحتمندی داشته باشیم و کرونا رو انشالله نابود بکنیم. آقای وزیری هم ماسک خود استفاده کردن و امیدواریم که همیشه تندرست باشیم. سپاس از شما، انشالله که موفق باشیم. سلامت باشیم، خیلی خوش اومدیم. تشکر. سلامت باشیم. ممنون از همه بیننده خوب تلویزیون آریانا، تشکر که گزارش شما رو دنبال کردید. اخیراً برای ما هم خیلی توصیه میشه که به محیط‌های شلوغ نریم. از این بعد تلاش میکنیم که همچین محیط‌های در هرات برای شما معرفی بکنیم و صحبت‌های داشته باشیم با شهروندان هرات و از زوایای مختلف به سبک زندگی نگاه متفاوتی داشته باشیم. اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار.